یا علی خدا حافظ ببخشید به سلامت خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ خدا سلام برسید یا خدا بفرم 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 بیا تو مریم آقا جون صدا میکردی من میمدم پایین نه بگی بخواب بگی بخواب راحت باش من اومدم پیش تو بفرمی بفرم شما بفرمی خب اینجوری که خوب نیست آقا جون خیلی هم خوبه چی بهتر از این آدم بغل گل پسرش قشنگ بگیره بخوابه اون خیلی یادش بخیر بابا پشت باغ توتی تو اون بیابونیه تو ظل آفتاب یادته چه آتیشی میسوزوندی تابستونه زغال آفتاب بود همیشه خدا اتاقت همه بوده این مدتی که نبودی بدون اینکه کسی به فهمی نباشه که برمدم تو اتاقت به جای خالید که نگاه میکردم این بند دلم پاره میشد بابا رومسیا نه باید میرفتی یه وقتایی فکر میکنم شاید نباید نه بابا من از خودم بود که بری گفتم بری یه چرخی بزنی بفهمی که هیچ کجا خونه نره بابا آدم نمیشه اون روزی که تو اجرا سرت داد کشیدم اون کلید رو ازت گرفتم خیلی خبط و خطا کرد قولی فاطمه مثل همیشه رفتم کلا بیارم سر آوردم مسعود میدونی هر بنی بشری تو دلش راز گنده وجود داره همان داره امشب که دیدم بالا خواهی عتیق خانم ورچش در آمدی فهمیدم که مرد نگی رو تموم کردی دیدم وقتش الان در صندوق چه دلمو باز کنم و رازی رو که هیچ کس جز خدا و فاطمه نمیدونه رو بهت بگم بابا راحت با شکم نستش درازه یاج رحمان از ساری بود تو بازار که من پیشش کار میکردم وزنه این بود برای اهل بازار حقیقی بود برای اهل کرامت خدا رحمتش کنه اهل معرفت بود خیلی چیز ازش یاد گرفتم بابا اون بود که راه و رسم کاسبی حلال یادم داد و سایه وجود اون بود که فهمیدم چرا به کاسب میان حبیب خدا یه چیز قشنگ همیشه میگفتیم آویزه گوشمه میگفت نیکی این رودخونه بیمونه جلوش بگیری میشه لجنزار ولش کنی سلال میشه و آباد میکنه ولی افسوس بابا افسوس که با همین دستای خودم کشتمش چی میگین آقا جون روزی یه نارفیقی اومد دماشم گفت کارش گیره زندگیش رفته تو هم بهم گفت داری 70-80 تومن به من بدی سر هفته بهت برمیگردونم منم این برو مر زدم هرچی داشتم گرد کردم گذاشتم کف دستش که ای کاش دستم نشکسته این کارو نمیکردم بابا چرا؟ افتاد تو کار قاچاق دارو گرفتنش حبسش کردن زنش در به در شد بچهش بی پدر همش فکر میکنم اگه اون پولو بهش نمیدادن اونم نمیفتاد تو کار قاچاق زندگیش هم زیر و رو نمیشد همه گناهش گردن منو خودتونو سرزنش نکنین آقا جون شما که نمیدونستین اون پولو واسه چی میخواد میدونستی؟ نگو با نگو روزی که فهمیدم پولتو دستی دادی اون رفیق نامردت اونم برده انداخته تو کار قاچاق انگار دنیا رو
خوابیدم تو سرم بابا، دیگه نفهمیدم. جلوی همه تو حجر سر داد زدم و کلیدا رو ازت گرفتم. میدونی چرا بابا؟ چون همش اون دختر و مادرش جلوی چشم رژه میرفتم بابا. میفهمم، ولی این نمیفهمم، این کشتن حاج رحمان خدا بیامرزتش، آخر عمرش قلبش افتاده بود به یکی بود یکی نبود، منم شده بودم کفتر بومش. زمان جنگ بود، دار و دوا گیر نمی اومد، یه قرص داشت کمیاب، تمام تهران رو پازدم گیر نمی اومد. همه گفتم باید برین حاصل خسرو پیدا کنی، دست برغزه رفتم اونجا پیدا هم کردم، اما قرص تقلبی بود، شد قاتل جونش بابا. بعدش هم رفتم دنبال اون قاچاقچی نامرد، یه دالونی یه دخن توری به هوای خونه حاجی رفتم سراغش. سنگ بود، با شما بود، از اون موقع تا حالا سه چیز برامونده: داغ حاج رحمان، عذاب وجدان، این درد سر لاکه که بلند میکنه. حالا که این حرفا رو بهم گفتین حرمتتون برام ده برابر شد، کاش زودتر گفته بود. الان وقت گفتنش بود بابا. مامان شما دیگه ول کن، من خودم اونا رو جمع میکنم، خسته شدی. مامان جان چهار تا بشقاب دیگه جمعشون میکنی. خیلی متین و با شخصیته، مادرش هم خیلی خانومه، از هر کی پرسجو کردم غیر خوبی هیچی نشنیدم. خدا حفظشون کنه، زن و شوهر با ایمان، دست به خیر. آره همشون خوبن. مریمشون هم خیلی ماهه، یه خورده سرزبون داره ها، ولی دوست داشتنیه. آره جونش و مسعود. آره دیدی تمام مدت چشمش به دهن مسعود بود. آره هنوز هیچی نشده، رقیب پیدا کردم. رقیب چیه مادر جان؟ یه چیزی بهت بگم، تو این دور زمونه مردی که بعد این همه سال پای عشقش واسه برات رقیب نمیتراشه، خیالت راحت. شوخی کردم ماما، مریم واقعا مثل یه خواهر میمونه برام. خدا بیامرزه بابات، امشب خیلی جاش خالی بود. آره واقعا همیشه همینجاست، همه زندگیم بودنش رو حس کردم. سلام عزیز. سلام مادر، چی شده این وقت روز اومدی خونه؟ یه دقیقه بیا کارت دارم. چیزی شده؟ نه چی شده؟ میخوام یه گپ کوچیک باهات بزنم، یه دقیقه بیا بالا. بفرمی عزیز. مادر دلم شور افتاد. نه بابا شور چیم؟ انشالله خیره. بفرمی بسین، الان بهتون توضیح میدم. فقط عزیز خوبولم نکن، چون نمیدونم چجوری مطرح کنم. یعنی واقعیت چه بخواهی خیلی وقت میخوام بهتون بگم. میدونی اینقدر اتفاقای عجیب غریب افتاد، آقا جون بند خدا مریض شد، مسعود خدا رو شکر برگشت، و اینکه جور نشد بگم دیگه. خلاصه حالا عزیز ببخشید من پر روی میکنم، مطرح میکنم، ولی
ولی فکر میکنم وقتشه، یعنی فکر میکنم شما موافق باشین بالاخره از وقتشه من ازدواج کنم دیگه. پس بگو این ماشین عوض کردن تو بشکنه بالا بندازت برای همین بوده. خب سلامتی مبارک. خیلی ممنون، مرسی. کسی هم مد نظرت هست؟ عزیز کسی که خب آره دیگه. به به بس کلی هم جلوی. حالا این عروس خانم خوشبخت ما کی هست؟ عروس خانم که عزیز میشناسیش دیگه. نه چرا نه؟ آخه مگه خارج نیست؟ چرا عزیز نرفته بود بمونه که حالا برگشته؟ یعنی باش در تماسی؟ تماس که آره خب در تماس هستم باش، یعنی با هم دیگه صحبت میکنیم. اتفاقا خیلی هم عوض شده. یعنی چی عوض شده؟ یعنی همه چیش عوض شده دیگه، اخلاقش رفتارش دیگه این اون موقع نیست. غافلگیرم کردی، مگه شوهر نکرده بود؟ نه بابا، یعنی میدونی چی شده بود عزیز، اصلا اشتباه بهمون رسونده بودن. حتی به اونا هم گفته بودن من ازدواج کردم. میدونین یه جوری انگار مثلا دوست نداشته باشم ما به هم برسیم. نمیدونم. لا 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 لا. سرم داره کیش میره. منم نمیدونم چه جوری بهتون بگم، ولی بذارین منم اونی که تو دلمه بگم بهتون. من تمام این مدت خب بالاخره من تو فکرش بودم. یعنی دوستش دارم. همین الانم من میگم بذارین حالا که همه چی عوض شده واقعا. ناصر گریم همه چی عوض شده باشه، باباش که عوض نشده. تا قیام قیامت نازی دختر بهرام کلاییه. عزیز بحث منم دقیقا همینه. من میگم چیکار به باباش داریم؟ اگه گناه پدر پای بچهش مینویسن. من میگم شما که آدم با دین و ایمونی هستین شما لااقل اینجوری قضاوت نکنین. بابا تو عزیز من به خاطر همین اومدم با شما مطرح کردم. بابا دیگه کار شماست دیگه. شما یه جوری باید صحبت کنی راضیش کنی. محاله. یعنی چی محاله عزیز؟ یعنی من تنهایی پاشتم برم خواستگاری؟ اصلا ممکنه؟ بی صاحب هم اگه بشنبه صدا تو بلم کن عزیز، بشنوه. مگه دارم حرف بی ربط میزنم؟ من یه سوال دارم از شما، چجور نوبت مسعود که میشه میخواد بره خواستگاری اون زنه که حتی یه بچه هم داره کل جماعت پا میشین میرین اونجا، بعد نوبت من میشه دختری که میدونین چند ساله میدونین دوستش دارم؟ چی؟ بلکن عزیز دردت تو سرم بخوره. بذار یه دختری از جنس خانواده خودمون برات پیدا کنم که بابات هم بپسنده. عزیز اینقدر نگو بابات، اینقدر نگو بابات، اعصاب منو داری خراب میکنی. بابات چی؟ از بچگی هر غلطی اومدیم بکنیم اسم بابامون اومد. با یکی خواستیم رفاقت کنیم گفتین آقا با این نچرخ، بابات از این خوشش نمیاد. خواستیم یه لباسی بپوشیم گفتی آقا نپوشین، بابات خوشش نمیاد. خواستیم یه قبرستونی بریم گفتی نرو، بابات دوست نداره بری اونجا. بابا عزیز تو این یه مورد که دیگه خودم باید برای خودم تصمیم بگیرم. بابات جز خیر و صلاح شما چیزی خواسته؟ عزیز من غلط بکنم جز این گفته باشم، ولی میگم اون که نمیتونه تو تمام مسائل جای ما تصمیم بگیره ها. میگم این یه دونه مورد رو بسپره به خودمون. بابا بحث ازدواج منه، من میگم پاشین بیاین برای من خواستگاری. چه سوالایی میکنید از من عزیز؟ نه مجبورم خودم برم. باشه اگه تو اینجوری میخوای من حرفی ندارم، ولی مطمئنم که تو این خونه کسی با این ازدواج موافق نیست. آره منم میدونم موافق نیست چون اسم من مسعود نیست. اگر بود منم مثل مسعود میرفتم خواستگاری هر دختری با هر شرایطی. همتون میگفتین به به چه چه عجب انتخاب خوبی. منظورمو که میفهمی؟ خودت هم که میدونی اینجوری نیست. عزیز من با کلایی صحبت کردم، شرطش اینه که باید با خانواده‌ام بیام خواستگاری. بی ربط هم نمیگه، زیر بوته که عمل نیومدم. عزیز اگه نیام مثل مسعود پشتمو میکنم بهتون میرم. اون دنبال یه چیز دیگه است. عزیز برای من مهمی نیست که اون دنبال چیه، مهم اینه که من تو زندگی میخوام به چی برسم. اگر نیای خواستگاریم با نازی میرم عقد میکنم بدون اطلاع شما و کلایی. دیگه هم منو نمیبینین، اصلا میریم خارج از کشور. ناصر جان گفتی با نازی در تماسی؟ بله چطور مگه؟ آخه از وقتی گفتی خیلی عوض شده دلم میخواد ببینمش. اگه بشه ببینمش خیلی خوب میشه. چی بگم عزیز من؟ قربونت برم علی، من که از خدامه. یعنی اگه بشه که عالی عزیز من قربونت برم.
پس خبر باشه با تو. ممنون. باش زن. خداحافظ. عزیز یعنی من عاشقتم ها. مواظب خودت باش. جایدن سرتو میزنن تحتو میزنن میگه این گوشه بازارا آقا این همه جا با یه داره دیگه باش آقا اصلا به من چه یه تون از اون قبلی ها بفرست مشتریم گیره بده ماشاءالله مشتری سلام برسون بگو دیگه جنس ندارم چرا جنس نداری عزیز من پولشو گرفتی آقا پولشو گرفتم که گرفتم خونه است دستم بهش ندادم نوکرتم شب بیا خونه من دو دستی تعظیمت کن بابا نوکر نمیخوام الان نشو تا آخر هفته بفرست بره براش گرون جون نه الان نه آخر هفته نه صد سال دیگه داداش من دیگه جنس ندارم بدم میفهمیم بابا منو بازی نده من آدم دلقیه من میرم به این صاحبکارت میگم نهران ببند دهنتو من خودم دیوونم ببند دهنتو بابا نزن خودتو منم دیوونم من میرم به این مسعود میگم و نامردی هم معلومه که نامردی قرار ما این نبودم بله معلومه که نامردی البته نامردی بیشتر اینه که کارمندت از تو اجرت قایمکی برم رد کنه بره منم که آدم دهن نقیم آکه برام بله آقای مهدی خانم پهلوان یه لحظه بیان اتاق من بله بله متشکرم بفرمایید. بله آقای موبی. چیزی شده؟ مدرسه بفرمایید. شکایت؟ به خاطر سلسله مقالات شما در مورد برنجای آلوده. کی شکایت کرده؟ هر جایی که میتونسته شکایت کنه شکایت کرده. دولتی و خصوصی. خانم پهلوان من صد بار به شما گفتم تا چیزی ثابت نشده مطلبی جایی نزنید. اما گوش نمیدید. ولی خب آخه تحقیقات شما بدون اثبات عملاً حکم اتهام داره. ازمون شکایت کردن خانم پهلوان متوجه هستین شکایت کردن. بابت چی آخه؟ شما تو مقالتون سه روز قبل نوشتین که مافیای برنج بدون همکاری کشتیرانی و گمرک نمیتونه برنج قاچاق وارد کشور کنه. درسته؟ نوشتم شواهد اینطوری نشون میده. واسه حرفم کلی دلیل و مدرک و عدد ارائه دادم. میگن آمارتون رسمی نیست. خب معلومه جنس قاچاق که آمار رسمی نداره. من هر حرفی هم زدم بر اساس اظهارات خود مقامات دولتی بود. ما باید تو دادگاه جواب بدیم. من باید به عنوان سردبیر جواب مدیر مسئول بدم یا نه؟ ایشون باید از مقاله شما دفاع کنه. حالا هر چی مدارک داری بیاری تو مستند حرف بزنم. بله چشم. با اجازتون. خانم پهلوان. بله. تا تکلیف این شکایت ها مشخص نشده مطلبی در مورد برنج آلوده نمی‌نویسید. خب آخه خواننده اگه در این روزنامه بسته بشه دیگه خواننده نمیمونه که چیزی بخواد. چیزی نمی‌نویسید تو نتیجه دادگاه بیاد. بله چشم. سلامت. چیه؟ چرا این شکلی شدی؟ شکایت کرد. کیا؟ ماجرای برنج آلوده. نگفتم آخرش کار دست خودت میدی؟ گوش نمی کنی که. آره، اگه قرار بود به حرف شما گوش کنم باید یه سری خبر مزخرف و بی سر و ته کار میکردم. خیلی ممنون، لطف دارین شما. کریم جون سلام. به به آقا شهاب. چاکرم حالت خوبه؟ خسته نباشی. آقا بابا چطوره؟ جای شما خالی. در خدمتم آقا. آقا یه زحمتی بکش. یه تون بار برام میفرستی؟ یه تون؟ صرف نمی‌کنه کرایه‌اش. حالا این نفر وانتی برگزارش کن دیگه. ببین این چیزه اینو برای خیریه حاجی می‌خوام. خب؟ آره. اصلا حساب کتابش با حساب کتاب حجره جداست. حواست باشه. باشه، مشکلی نیست. هر جور بگی فاکتور میکنم. فقط یه چیزی. شماره ناصر رو بزنم دیگه. نه، اصلا هیچ کس ناصر اینا هم در جریان نیستن. الانم بین خودمون باشه فقط. نوکرتم. آره، اینو بفرست. فقط من آدرسو برات میفرستم که مستقیم بفرستی اونجا. بروی چش. پیش ما هم بیا آقا شهاب. باش، کریم جون من بهت زنگ بزنم.
نوکرتم داداش. آقای آقای خداحافظ. کمتر ببینید که سریعتر برگیم. سلام آمو رجب. سلام بابا. به سلامتی رسید؟ بله بابا. ناصر کو؟ هنوز نیومده بابا. سلام مسعود. سلام. آقا یه دفتر سواوا کن واسه این برنجای خارجی. اینو کلن دست ناصره ولی حساب کتابش با خودته. چند میخره چند میفروشه به خودش مربوطه. فقط اگر از غیر از صمدی، آجز صمدی بله. از کسی دیگه خرید کرد آمارشو به من میدید. به چشم. بفرمایی. من با عزت میگه زنگ بزنم ببینم. الو سلام. کجایی تو ما؟ امین من بالای پله هام دیدم اتون. کجا برم بودم؟ بفرم. سلام آش خانم. سلام. سلام علیکم. خوب هستی؟ شکر خدا الحمدلله. نماز روزهاتون قبول باشه. قبول حق باشه. آقای کلایی خوب هستن؟ سلام دارم خدمتتون. ممنونم. خیلی متشکرم. خدا رحمت کنه سودابه خانم. ممنون. خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه. ببخشید تاج خانم، راضی نبودم با زبون روزه تا اینجا تشریف بیارین. به آقا ناصرم گفتم بعد از افطار قرار بذاریم. ایشون گفتن شما ترجیح میدین موقع افطار پیش حاج آقا باشین. خوشحال میشیم تشریف بیارین افطار خونه خدمتتون باشیم. سلامت باشین. ممنونم. میگم آفرین بریم قدم میزنی. بله. بفرمایید. سلام. علیکه سلام. نمیه تو؟ کارت دارم. این یه تیکر کامل برداشتی یه ایسپازاسی هم زدی ها. هر شب که میخوایم بریم داخل باید بایستیم در سیری بازجویی بشیم بعد بریم تو. ما در خدمتیم. بازجویی چیه؟ بذار من خودم توضیح بدم. به نام خدا. این جانب ناصر پهلوان از دقیقه آخری که مورد بازجویی جناب عالی واقع شدم تا بدین لحظه هیچ جنس قاچاق یا هم از چای، برنج، روغن اینا معامله نکردم. پاک پاکم. هر روز صبحم میرم باشگاه. ساکشم تو صندوق عقب ماشین گذاشتم. مدارکشم موجوده. هر موقع دستور بدی نشون میدم. بامزه. بامزه نبو. خیلی. عزیز چی میگه؟ در مورد؟ در مورد اونی که همه حرفشو میزنن. به یه زبونی بگو ما بفهمیم چی به چیه. دختر بهرام. پس عزیز نتونسته با آقا جون مطرح کنه به شما گفته. مگه خودت نگفتی میخوای بگیریش؟ عزیزم بردی که باش حرف بزنه. خب فکر کردم بهتره خانواده‌ام در جریان باشم تا اینکه زیر زیرکی کاری انجام بدم. آخه پسر خوب تو چقدر خنگی. مثلا تو خودت هم می‌خوای ازدواج کنی و ما خنگی؟ دختر بهرام کجا؟ عتیه کجا؟ داداش حرفی داری می‌زنی؟ تو می‌خوای خودت ازدواج کنی میشه عمل پهلوانانه و قهرمانانه. به ما که میشه دختره رو که می‌خوایم بگیریم چند سالم از همتون می‌دونین دوستش داریم میشه خریت. چون تو نازی ربطی به هم ندارین. تاش پشیمونی ناصر. ببینم شما چقدر نازی رو می‌شناسی؟ خیلی. نمی‌شناسی دیگه لااقل اندازه من نمی‌شناسی. به قول عزیز حرف خوبی داره میزنه. علف باید به دهن بوزی شیرین بیاد که داره میاد. آقای بوزی با این علف رودت ورم میکنه شیان بعد میترکه. یه داری کم لطفی میکنی ها. مگه من تو انتخابای شما دخالت میکنم؟ خب بکن. من خودم تو اگه صلاح منو میبینی بهم بگی. چرا که نه؟ داداش من به خودم هم چنین اجازه‌ای نمیدم. یعنی عین بی احترامی میدونم. مثلا چه میدونم من بی ادبی نیست بیام به شما بگم داداش شما این نام دختر ریخته. چرا اومدی یه دختره رو که گرفتی قبلا شوهر داشته، بچه داشته؟ نه. بگو منم جوابتو میدم. میگم میدونی چرا عتیه؟ برای اینکه یه روزی یه ساعتی با مریم عزیز تنها بشن کلی حرف دارن با هم بزنن. یعنی ما با هم میخوریم. چه حرفیه میزنی برادر من؟ چون عتیه با عزیز صحبت داره مثلا نازی با عزیز صحبتش کمتره یعنی ما با هم دیگه نمیخوریم. داداش من، منم مثل شما، منم برای انتخابم دلیل دارم. فقط فرق من و شما اینه که من به انتخاب شما احترام میذارم ولی شما به انتخاب من احترام نمیذاری. منم به انتخاب تو احترام میذارم. میدونی چرا میگم عتیه؟ برای اینکه من یه زنی میخوام که اگه بهش بگم حاضر شو بریم بیرون بگی یه دقیقه وایس من آرایشم رو پاک کنم، نه اینکه بگی یه ساعت وایس من خودم رو درست کنم.
حرفایی میزنی داداش. میگم مبارک جفتمون باشه، هم زن دست رو شسته جنابالی، هم زن قرتی ما. بریم تو. ناصر جان، این حرف رو که با آقا جون نمیتونی بزنی. میتونی؟ ولی من باهات میام. من قربونت برم داداش، من که میدونم تو به من لطف داری، ولی آخه خودتو بذار جای من پدرم زنده است، خدا رو شکر سایش بالا سرمه، با برادرم برم خواستگاری. من قضیه رو به کلایی گفتم، بنده خدا بی ربطم نمیگه، میگه دخترمو میخوای باشه با خانوادت بیا با پدرت. نمیاد آقا جون، برای خواستگاری دختر بهرام پا پیش نمیذاره. اینم که من دارم میگم از خودم دارم میگم، آقا جون اگه بفهمه کلمو میکنه. ولی من به خاطر تو میام. یعنی برم به کلایی بگم آقا جونم نمیاد؟ همین تنها راهته. بهرام به ما دختر بده نیست، ولی تو برو قرار تو بذار. همواره تو پلی داری؟ بله. ساعتونم جای مناسبیه. آتایی متهم شد؟ چیزی نمونده، آخرشه. شاد ما. بله آقا. شماره برنجه رو داشته باشه. بله حواست باشه. بله آقا. اما فاکتور. بله. اینم فاکتور شما. اما مهرش کو؟ مهرشم اینجاست. آه بله بله. اینم امسا. بله اینم از مهرش. از شما درد نکنه. خواه بسیار عالی. برنج درجه یک فرد اعلی از تجارتخانه حاج کاظم پهلوان. دست شما درد نکنه. شادمان، کامیون رو بفرست انبار. من رفتم. دل ممنون خانم. خوش اومدید. من منتظر چایی هستم. برنجو از اونجا بودو ببینم بابا. آفری ناخده بیا. آقا به خدا من روم نمیشه اینا رو اینجا بذارم. برو بچین رو بیار. بیا بودو ببینم. آقا مرگ من جدیه یا دوربین مخفی؟ مزخرف نگو بچه، برو از اونجا ببینم. بالاخره مردم باید ببینن ما چه غلطی میکنیم یا نه. هرچی شما بگین آقا. سلام و کلی. و سلام. سلام آقای مسعود پهلوان، بفرمایید. قربون شما. دو کلمه اختلاط کنیم. بفرمایید. دو نفری. سمت نو خدا بجون. بفرمایید. بفرمایید. همینجا خوبه، خیلی مزاحم نمیشم. آقای کلایی، حکایت برادر من و دختر شما چیه؟ چه حکایتی؟ من که بهشون گفتم نه. از اولش بهشون گفتم نه. میتونی از برادرت بپرسی، اما حرف حساب تو گوششون نمیره. چندم شرط گذاشتین که حتما آقا جونم باید بیاد خواستگاری که شما دخترتون رو بدین به ناصر، درسته؟ بله. من اینکه مطمئنم هاش کازم نمیاد. نمیخواستم جلو دخترم آدم بده بشم. ایشالا هر اتفاق میفته خیر باشه. ایشالا که نیت شما هم خیر باشه. خیر و شر چیه؟ آقا مسعود یه جور صحبت میکنی مثل این که من اومدم خواستگاری برادر شما. آقای بهرام کلایی، من که میدونم شما دختر بده به ما نیستی، هدف چیز دیگه ایه. مثلا چیه؟ حالا ما به خاطر ناصرمون قراره پا پیش بذاریم، هممونم پشتشیم. اینو گفتم که شما هم بدونی. حتی کاظم هنو کسی جرأت نکرده به آقا جونم بگه، ولی من واسطه میشم. انشالله راضیش میکنم. خیر انشالله. هم تقصیر خود ما بود. نرفتیم یه دختر از جنس خانواده خودمون براش پیدا کنیم، بگی میخوای زن بگیری، بفرمایی زن زندگی.
خب ما این پیشنهادی نداشتیم، اونم انتخاب درستی نداره. راست میگه، کوتاهی از ما بود، ما کم گذاشتیم، به موقع واسه شاستیم بالا نزدی. ولی من موندم، بچه که سر سفره زحمت کشی بزرگ شده چطور رفت خاطرخواهی دختر برام کلایی شد؟ خاطرخواهی که چطور نداره، چشم با میکنی فقط اونو میبینی. آدم خاطرخواه هستم حق نداره چشم با کنه و دوربرشو ببینه. همشون هم یه جورن، اولی رو که میبینن میگن همینو لاغیر، هیچ جوری هم حرف تو کلشون نمیره که بابا آدم وقتی که عروسی کرد رفت زیر یه سقف، اخلاقیات هم دستش اومد، تازه میفهمه زندگی چجوریه. اون موقع است که میفهمن با هزار جور آدم میتونن زندگی بکنن و هزار جور خوشبخت بشن. ولی همین که نرفت سراغی دختری از جنس برام کلایی، یعنی این که ما برنده شدیم. کازه آدم ها عوض میشن. نازی هم بچه بود، مادر بالا سرش نبود که حواسش بهش باشه، که واسه هم یکم سر به هوا بار اومده. وگرنه خدا بیامر سودا به خانم که خیلی زن خوبی بود. خدا بیامر زدش، تموم شد، دق کرد از دست این بهرام. بهرام یه مصیبت دو باز، دختر چم تای تایش میشه عین بهرام، چه اینجا چه خارج. میگی نه، نگاه کن، ما مرده و تو زنده. ایشالله خدا همه رو به راه راست هدایت کنه، کمکمون کنه، راهی کج داریم. فاطمه، انگار یه چیزایی میدونی یا نمیخوای به من بگی، ها؟ حاجی تو رو خدا زبون روزه استنتاق دکن، بذار راحت حرف بزنم. خیلی خواه، اصلا من حرف رو میزنم، خوبه. ریش قیچی دست خودت، هر جور خودت سلام میدنی. خب، حالا بگو بینیم قصه چیه. بدون تو چیا کشیدم؟